نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی یکی از دهها فرد است که دیروز شامل فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا شد. در این میان حکومت افغانستان اما خواهان تحریم و افزایش فشارها بر سایر گروه های تروریستی است. ما در کل مخالف رشد افراطیت هستیم. به هر میزانی که بنیادگرایی و افراطیت به یک نحو رشد میکنه و اینا در واقع در مقابل ملت‌ها و کشورها قرار می‌گیره، ایره ما به عنوان خطر جدی برای افغانستان، کشورهای منطقه و جهان می‌دانیم و امیدوار هستیم که کشورهای قدرتمند جهان اقدامات لازم و بیشتر را در دستور کارشان بگیرند. تحریک طالبان پاکستانی از گروه‌هایی است که علیه دولت پاکستان می‌جنگد. اکنون با تحریم رهبر این گروه اسوی امریکا برخی ها بدین باورند که واشنگتن در واقع در تلاش امتیازدهی به اسلام آباد است. داخل کردن بلوچ های که علیه پاکستان جنگ میکنه و همچنان داخل کردن رهبر جی تی پی در لیست سیاه امتیازاتی است که امریکا در بدل همکاری پاکستان با امریکا انجام میده. پاکستان فشارهای نظامی، استخباراتی و سیاسی علیه طالبا وارد میکنه و در بدلش امریکایی امتیاز به پاکستان میده. طالبان افغانستان نیز سالهاست که با دولت این کشور میجنگند. شهروندان این کشور نیز خواهان عمل همانند علیه طالبان افغان هستند تا این گروه به ترک خشونت ها ناگزیر شود. همینطور که امریکا، ایالات متحده امریکا در باره طالبان پاکستانی تعذیرات وضع نمودن، باید در برابر طالبان افغانستان، طالبایی که در افغانستان فعالیت می نمایند، باید تعذیرات وضع نمایند، به خاطر که یا زودتر تن به صلح بدهند. ما خواستار امی هستیم که از هر راهی ممکن باید طالبا وادار به صلح شوند تا دیگر کشت و خونریزی در افغانستان کم شود و از بین برود. حدود 14 ماه پیش پس از کشته شدن مولوی فضل الله رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستانی، نورولی محسود رهبری این گروه را به عهده گرفت. از آن زمان تا کنون این گروه مسئولیت چندین حمله را در پاکستان به دوش گرفته است. سید حسیب مدودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.